سلام، با خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: اعدام 6 تن از جنگجویان القاعده و طالبان، 6 تن به جرم دست داشتن در رویدادهای هراس افکنانه القابیز شدند. نور دوستان پرابطه چه واره مرشومان شهیدان که جنسی تیری که خواهیم درور مندید اگوی تم دقا سی جزا ور کرشیده کچن اجده پرمان پیخیتا. از اقدام فعلی رژیمو باورمیست که تمام مردم افغانستان یک پارچه استقبال میکنند. انتقادها از موضع‌گیری تدافعی در برابر طالبان در هلمند. نظامیان در خط نخست نبرد از تأخیر در آغاز عملیات تهاجمی انتقاد دارند. دستور داده نشد دیگه، ما حالت دفاعی رو میگیریم دیگه، دشمن که از حالت تعرضی است. همه یک قطر خونه میگه بدن باشنه تری بدن مثل همه. بیش از 70 کشته و زخمی در یک رویداد ترافیکی در غزنی. در اثر تصادم دو موتر 70 مسافر جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. و مشاجره در مورد احتمال وجود دو اتاق مخفی در مقبره آمون. من فواد امان هستم. حکومت 6 تن را به جرم دست داشتن در رویدادهای هراس افغانانه حلق‌آویز کرد. ریاست جمهوری در خبرنامه میگوید که رئیس جمهور بر بنیاد خواست خانواده های قربانیان حملات هراس افغانانه حکم اعدام 6 تن را توشیح کرد و این حکم امروز از سوی نهادهای عدلی و قضایی اجرا شد. در همین حال شمار از نمایندگان مجلس و آگاهان سیاسی اجرای حکم اعدام هراس افغانان را از سوی حکومت بر تامین امنیت اثرگذار میدانند و از رئیس جمهور میخواهند تا حکم اعدام ده ها هراس افغان دیگر را نیز بیدرنگ توشیح نماید. از میان این 6 تن 4 تن آنان مربوط به طالبان، 1 تن مربوط به القاعده و 1 تن دیگر آنان مربوط به شبکه حقانی هستند. خانقاه که مشهور به عبدالرحمن و از گروه القاعده گفته شده است، در پیوند به حمله بر عبدالله لغمانی معاون پیشین امنیت ملی در سال 1388 هجری خورشیدی، حمیدالله عضو گروه طالبان در پیوند به حمله بر برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح در سال 1390، محمد اسماعیل که مربوط به شبکه حقانی گفته شده است در پیوند به حمله بر فروشگاه فاینس در سرک 15 وزیر محمد اکبر خان در سال 1389، حجت الله عضو گروه طالبان در پیوند به جاسازی و انفجار ماین بر موتر افسران پلیس در ولسوالی پغمان در سال 1391، محمد عثمان عضو گروه طالبان در پیوند به ماینگذاری در ولسوالی خیرکوته پکتیکا در سال 1388 و اکمل عضو گروه طالبان در پیوند به حمله بر شفاخانه 400 بستر در سال 1390 حلق آویز شدند. دادگاه پیش از این بر اعدام این 6 تن حکم صادر کرده بود و امروز پس از توشیح از سوی رئیس جمهور اجرا شد. پامداغ باش که دوامونی که بلکه آقا که دلی چه زمان مزدوم خلق وجنی یا خلق اختطاب کهی خلق وجنی لکه دا پاسین یا نور دوستان پرابطه چه وارم مرشومان شهیدان که جنسی تیری که خواهیم درور مندید آقوی تم دغا سی جزا ور کرشی لکه چنگ اجده پاگمان پیخیتا. در حال که رئیس جمهور پس از حمله بر ریاست امنیت رجال برجسته که ده ها تن کشته و زخمی بر جا گذاشت، در سخنرانیش در شورای ملی تعهد سپرد که حکم اعدام محکومین را اجرا خواهد کرد. اکنون نمایندگان مجلس از این کار استقبال می کنند. بهتری هست که نمایش رسانه‌ای اعدام ها صورت بگیره تا مردم افغانستان نه تنها به واژه ها و لغت هایی که در اعلامیه ها گنجانده میشه، بلکه به آنچه که چشم دید اونها هست از رسانه ها بیشتر باور بکنند، به خاطری که بهتر می توانه افکار عمومی را آرام بسازه. متاسفانه در طول 14 سال با عناوین مختلف آمدن در برابر امنیت ملی افغانستان قرار گرفتن، بعد زندانی شدن و رها شدن، باز مکرر زندانی شدن، باز رها شدن. این مورد ما زیاد سراغ داریم. از اقدام فعلی رژیم او باورم است که تمام مردم افغانستان یک پارچه استقبال میکنند. دفتر مسئول رسانه های ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور به تأمین عدالت و به کیفر رساندن مجرمانی که امنیت مردم را با خطر روبرو می سازند و بر غیر نظامیان حمله می کنند متعهد است. پیش از این سازمان عفو بین الملل بر اعدام افراد واکنش نشان داده است.
سه روز از تعهد والی هلمند در کار عملی ساختن دستور رئیس جمهور برای راه اندازی عملیات های بزرگ ضد طالبان میگذرد، اما تا اکنون این عملیات ها برنامه ریزی نشدند. بسیاری از نظامیان در خطای نخست جنگ در هلمند تاخیر در عملی شدن این دستور را خطرناک و روحیه بخشیدن به طالبان میدانند. این نظامیان به ولی آریان و عبدالله حمیم خبرنگاران ترونیوز میگویند که پس از دستور رئیس جمهور طالبان حملاتشان را بر آنان بیشتر ساختند. از راه اندازی عملیات ها هنوز هم خبری نیست. این نیروها ناگزیرند به سنگرهایشان بمانند. هنگامی دست به کار می شوند که جنگجویان طالب بر اینان حمله می کنند. ولی سه با طالب ها پراغنده پراغنده بعضی از حمله می کنند و ما اینم می شانند و دیگه هستیم در مقابلشان توکل به خدا. چندین بار تا اکنون در این مسیر پازگاه های سقوط کردند. در این سو شمال هلمند فلسفالی های کجکی، سنگین، موساقله و این طرف هم نوزاد بخشایی که سخت تهدید های طالبان را گواست و فلسفالی های موساقله و نوزاد به گونه کامل به دست طالبان است. این همه بخش ها را از همون سو تهدید می کنند. دستور داده نشده دیگه ما حالت دفاعی رو میگیریم دیگه، واد دشمن که از حالت تعرضی است دیگه، تعرض دیگه باز واد دیگه روز تا روز تعرض خود حملات خود زیاد میکنه دیگه، مثل که شارا یک شب میزنه در کم به ساحل ما کم پرگ ما باز دیگه شانت ما رو پراگنده و مصروف میکنه دیگه. روسای یخچال فلسفادی کرشک است. گاه گاه جنگجویان طالب تا عقبین سنگرها میآیند و صبح شام بر اینجا دم میریزند. همه یک قدر خونه میگه دم بدنم باشنه تری بدن مثل هنه میمانیم از این ساها انداختم میکنم دیگه من این کاری هم میشه دی ساها ولی تا اون مسیر تا میرم چیک سرک میکنیم من جا با جا میشه خونسا میشه بعد وقت انفجار میکنیم. شب روز آرامی در اینجا ندارند. از هر سو طالبان بر این سنگر ارتش می آیند و اینان هم ماهرانه دشمنانشان را به عقب می زنند. دو روز پیش هم انداخت بودم اینجا راکت زد یک نفر زخمی دادیم، زخمی سطحی بود دوباره برگشت کرد. روسای یخچال لانه دیرینه و اصلی طالبان در گرشک است. طالبا در این قسمت ها می بینیم، در این قسمت های دیوار ها میان ما از همینجا سرکوب شان میکنیم میزنیم، اگام تیرشان زخمی میشن دیگرشان کشته میشن. هنوز نتیجه جنگ هلمند روشن نیست که چه زمان نیروهای مسلح کشور عملیات را آغاز میکنند. هرچند طالبان در حال حمله هستند و این نیروها از پازگاه هایشان دفاع میکنند. عبدالولی آریان، تلو نیوز، فلسفالی گرشک. بشیر احمد شاکر عضو شورای ولایت هلمند را از شهر لشکرگاه با خود داریم. سلام بر شما آقای شاکر، چرا برای سرکوب طالبان در ولایت هلمند دستور آغاز عملیات به نیروهای دولتی داده نمی شود؟ سلامونه تاسو ته، تاسو د تلویزیون و ټولو لیدونکو ته سلام احترام. در رئیس جمهور د وروستنۍ سرګندونو څخه څو ورځې تیریږي، بیا هم په هلمند کې وسلوال ځواکونه په دفاعي حالات کې او هره ورځ د دې دپاره جلسې کیږي چې څنګه کولی سو چې پر هغه مهمو نقطو باندې چې و ښار ته تعدید دي، د ښار څلورمه امنیتي اوزه چې برارۍ ماښام د یوه خونړۍ جنګ شاهده وه او په ښار کې د ښار په زړه کې ټول ولسونه د دغه ټکانو څخه نا ارامه او همدارنګه مرجع ولسوالي چې د څو مودې راهیسې اکمالاتي لاره په مطلقه توګه باندې بنده ده، تر اوسه پورې کوم څرک تر سترګو کیږي نه، او دا اوس هم عملیات لکه څنګه چې د هلمند ولسونو د استازو غوښتنه ده په هغه ډول باندې پر مخ باندې نه ځي. موږ کوچني عملیات لرو او کله چې د مسؤلینو سره خبرې کوو مسؤلین هره ورځ راته د دې ډاډ راکوي چې په څو ځایو کې به موږ همزمانه عملیات شروع کړو. ولې امنیتي او دفاعي ځواکونه په خورا میړانې سره د وطن څخه دفاع کوي، ښه بیلګه ماښام په د باباجي په اوزه کې چې د ښار څلورمه امنیتي اوزه ده، هلته د یو غټ او تهاجمي حملې شاهدان و چې همدغه تهاجمي حمله د وسلوالو ځواکونو د خوا څخه پر شا وتنبول شول. د ولسونو غوښتنه همدا شی ده چې باید ټولې هغه ساحات چې د دښمن تر توسلوت لاندې وي، خصوصا د مرجع ولسوالۍ اکمالاتي لاره، د ښار څلورمه امنیتي اوزه او په ګریش کې ځینې ساحات هر څومره ژر چې کولی شي باید د دغه د طالب د شونه څخه پاکې کړي.
آقای شاکر، زمان از مقام های امنیتی ولایت هلمند در مورد علت تاخیر در آغاز عملیات پرسیده میشه. آنها پاسخ میدن که ما در حال طرح‌ریزی عملیات در برابر طالبان در ولایت هلمند هستیم. این چگونه عملیات است که طرح‌ریزی آن ماها را در بر گرفته اما تا اکنون عملی و تکمیل نشده است؟ ګورې تاسې خپل د هلمند جنگ وګورې. د هلمند جنگ دومره ساده جنگ نه دی لکه د نورو ولایاتو. دا د هلمند جنگ د سیمې او منطقې په سطحه، د فرا منطقې په سطحه باندې جنگ دی. زموږ په جنگ کې مستقیماً چې د هلمند جنگ څو بود لري، د هغه یو بود د مواد مخدرو کرکلی، د پاکستان لوړ او غټ سرحد چې د هلمند سره لري، د ګاونډیانو مداخله او د طالبانو د مشرانو اصلي استنګو ځای هلمند. د هغه لاملونه دي چې دلته د هلمند په جګړه خورا تود وساتل او دغه جګړه شلاوره ساتل سوې ده. موږ د مرکزي دولت څخه په هغه اندازه باندې لکه څنګه چې همدلته باید توجه سوې، په هغه اندازه باندې دلته توجه نه ده سوې. اصل د مجازاتو مکافاتو په هلمند کې تر اوسه پورې په نظامي ارګانو کې نه دی دغه سوې. قرار د معلوماتو څخه دغه ماښام چې معلومات کړي دي، درې کسه په هلمند کې په لوړو پستو کې د جنرالۍ بس ته راغلي دي. ولې هلته ځینې کسانو چې سخت قرباني ورکړې ده او بستونه هم جنرالي دي. دلته بیا یو ډول نور دغه سوي دي. موږ وایو چې په هلمند کې اصل د مجازاتو مکافاتو هم نه دی پیاده سوی، او د دې تر څنګ باندې دلته د جنګ د سیمې په کچه باندې جنگ دی. دا دومره ساده جنگ نه دی چې دا د یوې ورځې د دوو ورځو دپاره دا ژر مهار شي. زه مطمئن یم چې دلته امنیتي ځواکونه تر خپله وسه پرې کار کوي. ولې ځینې کاستۍ او سستۍ په امنیتي ځواکونو کې ولایتي چرا به نیروهای دولتي در ولایت هلمند ډېره پلایه پر مرکز باندې اچول کېږي چې د هلمند جنگ هم دا چرا به نیروهای امنیتي در ولایت هلمند دستور داده نمیشه تا آنها پا فراتر از پازگاه های خود بگذارند و طالبان سرکوب بسازند؟ زه دلته ما ته خپله دا شی سوال پیدا کیږي چې کم دستور او د چیش دستور دلته د تعلیم نامې مطابق و ټولو وسلوالو ځواکونو ته لارښوونه سوې ده، او ټول وسلوال ځواکونه پر دې مکلف دي کله چې جګړه کیږي باید دوی د دشمن پر ضد باندې وجنګیږي. او د رئیس جمهور وروستنۍ خبرې د دوی دپاره د غذا حیثیت لري چې دوی باید نور هم غذا واخلي پر دې شی باندې. ولې زه خپله په دې شي کې تر اوسه پورې دا شی مفهم پاته دی چې ولې د هلمند عملیات دومره سوس پاتې دي او ولې د هلمند عملیات. دلته بیا دوې خبرې کیږي، یا به ولایتي اداره د دې توانایي نه لري چې د هلمند وسنۍ جګړه مهار کړي، او یا به دلته غفلت سوی وي. زموږ او د ولسونو غوښتنه هر څومره ژر چې کېدلی شي هغه درې اسې په ځینو نقطې چې مې درته یادې کړې. موږ عملیات لرو، دا نن مو تاریخ نه ورکې عملیات درلوده، دا برای ماښام باباجي کې او ګریش کې عملیات درلوده. خو عملیات روان دي. دغه عملیاتو دغه دا دی چې وسلوال ځواکونو د کیفیت او کمیت د لحاظ هومره ضعیفه نه دي لکه دلته چې ولایتي اداره ورباندې خبرې کوي او یا مرکز ورباندې خبرې کوي. د هلمند جنگ پیچلی جنگ دی. د هلمند جنگ د سیمې په کچه باندې یو جنگ دی، او دا جنگ مختلف بودونه لري. زه فکر کوم چې د ولایتي ادارې دومره ظرفیت دی لکه دا اوس چې هم په همدې جنگ کې اخته دي، او تر دې باندې زه فکر کوم چې اضافه کېدلی نه شي چې نور دغه دي ولري. سپاسګزارم از حضورتان در برنامه. بشیر احمد شاکر، عضو شورای ولایتی هلمند. در یک رویداد ترافیکی در ولایت غزنی در حدود 70 مسافر جان باختند و 20 مسافر دیگر زخم برداشتند. این رویداد بامداد امروز در ولسوالی مقر ولایت غزنی هنگام رخ داد که دو موتر مسافربری با یک موتر نفتکش تصادم کردند و در نتیجه این برخورد موترهای مسافربری آتش گرفتند. سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر میگوید که وضعیت بسیاری از زخمیان این رویداد نگران کننده است. دستور رئیس جمهور غنی برای سرکوب هراس افغانان تا اکنون به گونه لازم عملی نشده است. برخی از آگاهان نظامی میگویند که رئیس جمهور با افکار عمومی بازی میکند و تا اکنون نتوانسته است عملی شدن این دستورش را در میدانهای جنگ به مردم نشان بدهد. اما نهادهای امنیتی میگویند که این دستور رئیس جمهور در حال عملی شدن است. 13 روز از دستور میگذرد که بر بنیاد آن رئیس جمهور بر سرکوب هراس افغانان تاکید ورزیده بود، اما ظاهرا میدانهای جنگ گواه تغییرات جدی نشده است. در ولایتهای هلمند، اروزگان و زابل هنوز هم نیروهای دولتی در حالت دفاعی به سر میبرند و در بغلان و کندوز نیازمندی ها به نیروهای بیشتر برای سرکوب هراس افغانان وجود دارد. آنچه رئیس جمهور و بعضی مقامات عالی رتبه اعلام میکنند در رابطه با عملیات ها و جدیت نیروهای امنیتی افغانستان عملی نیست. امی اکنون
یک بخشی از قطعات قوای مسلح افغانستان در ولسوالی دیراوت اروزگان، چارچینو و بعضی مناطق در محاصره قطعی قرار دارند. هیچ نوع اقدام عملیاتی برشان صورت نمیگیره. من فکر میکنم بیشتر بازی با افکار عمومی است. اما وزارت امور داخله از افزایش عملیات ها برای سرکوب حراس افغانان اطمینان میدهد. مبارزه بسیار جدی است. اراده بسیار قوی وجود داره. انگیزه و مورال بالا رفته، نزدیک به 15% افزایش ما در عملیات های خود داریم. و قرار است در نزدیک به 30 ولسوالی دیگر در 6 ماه آینده ما عملیات های وسیع داشته باشیم. اما پس از دستور رئیس جمهور، چرا میدان های جنگ گواه تغییرات جدی نشده است؟ باید تغییر آنی رونما شود که دشمن از بین برود. فوراً به معنی که 2 هفته از اعلان میشه و نیروهای امنیتی فوراً به صحنه کارزار داخل شوند، من فکر کنم میگم درست نیست. تنها راه حل برای رسیدگی به بحران افغانستان نابودسازی حراس افغانان دانسته می شود. صرف زور او زور او جنگ. بدون جنگ با افغانستان که صلح را ممکن ند. نور دغه پردیش که دلی دی، نه سپینگیر دلتر رول لری، نه قومی مشر دلتر رول لری، نه لوی جرگه رول لری، نه وکیلان رول لری. پس از دستور رئیس جمهور برای سرکوب حراس افغانان و تعریف از گروه های حراس افغان، امیدواری ها برای سرکوب این گروه بیشتر شده بود. اما باورهایی هستند که اگر دستور رئیس جمهور عملی نشود، بی باوری ها به گفته های رئیس جمهور بیشتر از هر زمان دیگر افزایش خواهند یافت. شمار از سربازان پلیس در ولایت بغلان میگویند که طالبان دندند غوری و دند شهاب‌الدین برای نبردها آمادگی میگیرند. شمار از سربازان پلیس محلی میگویند که طالبان روز به روز برای نبرد بیشتر آماده میشوند، اما نیروهای دولتی هیچ برنامه برای بیرون راندن طالبان از دند غوری و دند شهاب‌الدین ندارند. در همین حال فرمانده پلیس ولایت بغلان میگوید که آنان به نیروی کمکی بیشتر نیاز دارند تا عملیات های گسترده ای را در این بخش ها راه اندازی کنند. سربازانی که در خط نخست نبرد در دند شهاب‌الدین قرار دارند میگویند که طالبان آمادگی برای نبرد میگیرند، اما نهادهای امنیتی برای حمله هیچ برنامه ندارند. مون په حالت دفاعي کې خپل دفاع وکړو. معلوم شو چې مونږ باندې کوم جن حمله کوي، مونږ دغه منتظر یاست. مونږ ته ټانګ راکړي، دا شکر راکړي، هر څه مونږ دې معنا دي وکړي، مونږ پښتې قوي کړي، مونږ سر په سر کې طالب سره مخامخ جنگ هم کولای شو او د اطمینان هم ورکړو چې مونږ لاس دلته ګرځېدای هم نیسي. از سوی دیگر در منطقه 18 کوتل شهر پلخمری، اینجا نیز تمامی سربازان در حال انتظار به سر میبرند که چه زمان دستور جنگ صادر خواهد شد. دفاع از وطن از جان خود میکنیم، بشر ما را حمایت کنند. طالبان در حال حاضر دند و غوری و دند شهاب‌الدین را در تصرف دارند و در حال ساختن پایگاه و موانع در جاده هستند. زمانی که بیزا تکمیل شد، پلان بعدی ما امو هست که جایی که دشمن تحرکات داشته باشه به منظور سرکوبی از او قطع مسلح حرکت خود خود داشتن، پلان عملیات خود خود داشتن. سربازان پلیس محلی میگویند که طالبان در حال آمادگیری برای نبرد هستند، اما هیچ خبر از راه اندازی عملیات نظامی از سوی نظامیان در این منطقه ها وجود ندارد. طالبان بیشتر از یک ماه می شود که بیشتر روستاهای دند غوری و دند شهاب‌الدین را تصرف کردند و ولسوالی دهنه غوری را نیز در محاصره ایشان گرفتند. اما تا هنوز هیچ خبری از راه اندازی عملیات نظامی برای دور ساختن طالبان از این بخش ها نیست. 50% از درآمدهای ملی کشور از گمرک ها گرد آوری می شود. شمار از آگاهان اقتصاد متکی بودن بیش از اندازه حکومت را به درآمدهای گمرکی در کشور زیان بار می دانند و می گویند که حکومت سالانه یک مبلغ هنگفت از درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی اش را از دست می دهد. آنان می گویند که متکی بودن بیشتر حکومت به درآمدهای گمرکی کشور را به سوی مصرفی شدن سوق می دهد و این درآمدها پایدار نیز نیستند. اما مسئولان وزارت مالیه می گویند که برای شناسایی منابع درآمدزا در کشور تلاش دارند. با در نظر داشت این که افغانستان عضو سازمان تجارت جهانی است و با آغاز فعالیت های افغانستان در چارچوب این سازمان درآمدهای گمرکی کشور به گونه چشمگیر کاهش می یابند. شماری از آگاهان متکی بودن بودجه به درآمدهای گمرکی را بسیار خطرناک می دانند. آنان می گویند که حکومت هیچ برنامه برای جستجوی منابع جدید درآمدزا ندارد و افزایش درآمدهای گمرک ها گذشته از این که افغانستان را به سوی وارداتی شدن سوق می دهد، این کار صنایع کشور را سخت زیان می رساند. منابع خوب، منابع تشبثاتی دولت است که متاسفانه دولت 14 سال نسبت یک مفکوره خراب از داده.
معمدتاً میتونیم دولت خودش متشبز باشد در تعداد از موارد و در حقیقت عواید خود از او طریق بدست بیاره، یا جانب دیگه فروش بعضی از داری‌های دولتی است که میتونم چیزی رو بدست بیاره. با یقین که فرصت‌های بسیار زیاد، ظرفیت‌های بسیار زیاد در افغانستان وجود داره که حکومت میتونه که از منابع مختلف مالیه را جمع‌آوری بکنه، محصول جمع‌آوری بکنه و عواید خود بلند بره. اگر حکومت افغانستان تنها بالای عواید گمرکات تکیه بکنند، فشار بالای یک طبقه میه که متاسفانه یه عواقب بسیار خوب نخواهد داشت. دولت کوشش بکنه که تعداد مالیه دهنده را زیاد بکنند، بنان عواید زیاد میشه. اما وزارت مالیه میگوید که این وزارت در جستجوی شناسایی منابع تازه درآمدزا در کشور است و برای جلوگیری از فساد در گمرک ها سخت میکشد. هرگز به عوایدی که در سال 1394 داشتیم اکتفا نمیکنیم و مردم اطمینان میدیم که عواید ما در سال جاری 1395 به مراتب از عوایدی که ما در سال 1394 داشتیم و او عواید ما در از اگر با 13 سال گذشته مقایسه کنیم به مراتب بیشتر بود. در سال 1395 ما متعک پیام خوب و پیام خوشی برای ملت افغانستان خواد داشتیم. این در حال است که گفته می شود در حال حاضر فرصت های تا 7 میلیارد دلار درآمد های دولت در بخش های گوناگون وجود دارند، اما به علت فساد داری و نبود یک راهکار لازم در بخش گردآوری درآمد های ملی در کشور، حکومت قادر است که سالانه یک بخش اندک این درآمد ها را گردآوری کند. باستان شناسان درباره احتمال وجود دو اتاق مخفی در داخل مقبره آمون یکی از فرعونهای مصر با هم مشاجره کردند. شمار از باستان شناسان بریتانیایی میگویند که در داخل مقبره آمون دو اتاق مخفی وجود دارد، اما باستان شناسان مصری نظریه را نمیپذیرند و اجازه نمیدهند که مقبره این پادشاه مصریان باز گردد. باستان شناسان امروز در مصر درباره مقبره توتن آناخامون یا 11 فرعون مصریان با هم مشاجره کردند. مقبره این پادشاه مصریان که در سال 1922 میلادی کشف شد، یکی از مهمترین اکتشافات باستان شناسی به شمار می رود. هرچند وی در مقایسه با دیگر پادشاه های مصر ثروت انگفتی با خود در مقبره اش ندارد، اما مقبره دست ناخورده اش در میان این سالها سبب شده است تا امواره درباره مقبره او تجسسات انجام شود. اما اینجا در مصر باستان شناسان درباره قسمت داخلی مقبره او که تاکنون دست ناخورده باقی مانده است با هم اختلاف دارند. نه رادارهای ژاپنی و نه دیگر رادارها ثابت ساختند که در عقب دیوارهای مقبره آن اتاقهای مخفی وجود دارند. بررسی های اخیر باستان شناسان نشان می دهند که در داخل مقبره او دو اتاق مخفی وجود دارد که در آنجا ممکن آرامگاه ملکه قرار داشته باشد، اما حکومت مصر می گوید تا انگامی که بررسی های دقیق انجام نشوند آنان اجازه نخواهند داد تا آرامگاه آن بازگردد. و جهان اسلام با ترکیه چشم دوخته است، زیرا این کشور به تنهایی در برابر جهان ایستاده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ابراز این مطلب یک بار دیگر از اتحادیه اروپا انتقاد میکند و تاکید میورزد که قانون ضد هراس افغانی این کشور دگرگون پذیر نیست. آقای اردوغان از سیاست های پناهجویی اتحادیه اروپا نیز انتقاد دارد. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع ادامه خبرها را در طلوع نیوز دنبال کنید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بر انتقادهایش از اتحادیه اروپا افزوده است. او در سخنرانی در شهر ملاتیا در جنوب شرق این کشور اتحادیه اروپا را به پشتیبانی از حزب کارگران کردستان متهم می‌سازد که از دیدگاه ترکیه هراس افغان است. اردوغان بر اهمیت ترکیه در میان کشورهای اسلامی نیز تاکید می‌ورزد. جهان اسلام به ترکیه می‌نگرد و ترکیه نیز به شما می‌بیند. من می‌دانم هنگامی که به تنهایی با جهان رویارویی می کنم، تمامی مردم از من پشتیبانی می کنند. رئیس جمهور ترکیه هشدار می دهد که تاریخ پشتیبانان بشار الاسد را نخواهد بخشید. گلوله هایی که در سوریه شلیک شدند می توانند بر تمامی منطقه و حتی بر تمامی جهان اثر بگذارد. تا کنون 600 هزار تن در سوریه از سوی بشار الاسد قاتل کشته شدند.
آقای اردوغان از سیاست‌های پناهجویی اتحادیه اروپا و بسته شدن مرزهای کشورهای اروپایی برای مهاجران نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که اروپا چشمانش را به قربانی‌های ترکیه برای مهاجران بسته است. افزایش ناامنی‌ها و نارسایی‌های مالی در کشور سبب شده که در حال حاضر کمتر پروژه‌های پژوهش‌های زمین‌شناسی در کشور پرداخته شود. مسئولان وزارت معادن در مراسم بزرگداشت از روز ملی زمین‌شناسان در کشور می‌گویند که به علت افزایش ناامنی‌ها بسیاری از پروژه‌های پژوهشی در کشور با مشکلات روبرو‌اند. از سوی هم رئیس اداره سروی و جیولوژی می‌گوید که اگر بودجه کافی در اختیار آنان داده شود، امسال 18 پروژه پژوهشی را در کشور عملی خواهند ساخت. در اینجا از روز ملی زمینشناسان در کشور بزرگ داشت می شود. اما ظاهراً به نظر می رسد که با وجود نیازمندی شدید به پژوهش ها در بخش معادن در کشور، فعالیت ها در این بخش بسیار اندکند. وقفه تحقیقاتی و مطالعاتی در جریان سالهای 1392 و همچنان 1393 و هم نسبت کمبود بودجه در سال 1394، پلان‌های مطرح آن به صورت درست تطبیق نگردید، در صورتی که به همین منوال ادامه پیدا کند، تصور بر آن است که تحقیقات و مطالعات جیولوژی در کشور به یاد فراموشی خواهد. در این میان مسئولان وزارت معادن ناامنی ها را در کشور از علت هایی می دانند که سبب انجام نشدن پژوهش ها در بخش معادن در کشور شده است. در شرایطی که متاسفانه با یک مشکلات های امنیتی ده تا سرانکارهای ما کارشان انجام میتن، ولی جایی هم بوده که پر خطر بوده، جایی هم بوده که خدای نخواسته مشکلات برشان خلق میشه. از سویم گفته میشود که در حال حاضر با در نظر داشت مشکلات در بخش پژوهش‌ها و شناسایی معادن در کشور، شماره از معادن که با کمک شماره از زورمندان با قاچاقچیان در مناطق گوناگون کشور شناسایی میشوند با گونه غیر قانونی استخراج میشوند. بانک جهانی برای تقویت روند حساب‌های مالی و فراهم شدن آموزش‌های فنی در این بخش به وزارت مالیه $250,000 کمک می‌کند. مسئولان وزارت مالیه می‌گویند که از این مبلغ برای جوانان که علاقه‌مند فراگیری آموزش‌های محاسبه و مالی هستند، آموزش‌های معیاری و به گونه آنلاین فراهم خواهد شد. آنان می‌گویند که امسال در چهارچوب این برنامه برای 1000 دانشجو آموزش‌ها در بخش‌های حساب‌های مالی فراهم خواهند شد. مسئولان وزارت مالیه میگویند که با کمک بانک جهانی تلاش دارند روی نیروی بشری فنی در بخش حساب‌های مالی سرمایه گذاری کنند. آنان میگویند با فراهم شدن آموزش‌های فنی در بخش حساب‌های مالی، ظرفیت‌های لازم در این بخش ایجاد خواهند شد. سه بخش عمده داره پروژه: ایجاد قانون محاسبین مسلکی است، ایجاد اداره یا بورد محاسبین مسلکی است و ظرف‌سازی محاسبین مسلکی است. کنفرانس امروزه مربوط به بخش سیوم فعالیت‌های ما میشد که در ارتباط به ظرفیت‌سازی محاسبین مسلکی است و برای سال 2016 ما الی 1000 بورسیه تحصیلی را به تمام محصلینی که اونا علاقمند ادامه تحصیلشان در رشته تخصصی محاسبه یا ACC هستند در نظر داریم. در این حال شماری از دانشجویان خواهان فراهم آوری سهولت‌های بیشتر در بخش آموزش‌های فنی حساب‌های مالی در کشور هستند. محاسبه خودش یکی از رشته‌های مسلکی است. اگر پروسه میتونه جهت مسلکی سازی و همچنان بالا بردن ظرفیت حسابدارا کمک بیشتر کنه، اولین بار است که با استانداردهای جهانی تو یک پروسه برگزار میشه. پروژه که میتونه ارتقای ظرفیت خانما را بخشه، بر علاوه خانما میتونه از طبقه ذکور ما را همچنان بالا بره و به خاطر ادامه تحصیل شاگردا و محصلین کشور ما بیشتر کوشش کنه. گفته می شود که در حال حاضر با در نظر داشته نبود ظرفیت های لازم در بخش محاسبه های مالی در کشور، شماری از نهادهای دولتی با مشکلات زیاده روبرو اند. کار بازسازی در حدود 150 پروژه توسعه‌ای در ولایت خوست آغاز شد. هزینه این پروژه ها 80 میلیون افغانی پیش بینی شده است که در چهارچوب برنامه همبستگی ملی با سهم 10% مردم پرداخته می شود. آغاز کار بازسازی 246 پروژه توسعه‌ای در ولایت خوست. ساختن دیوارهای استنادی، پختکاری جاده‌ها و بازسازی بندها مشمول این پروژه ها هستند.
ولی خست میگوید که با آغاز این پروژه ها زمینه کار برای باشندگان این ولایت فراهم میگردد. دغه برنامه پچاوکارت کې په پراتلون کې چلور میاشتو کې تقریبا 80 میلیون افغانۍ یو سل پاکستان وختو مختلف شوراګانو کې به دغه پیسې مصرفيږي او تقریبا 9500 مختلف ماهر او غیر ماهر کارګر به دغه برنامه تر چتر لاندې کار کوي. مسئول برنامه همبستګي ملی در ولایت خوست میگوید که کار این پروژه ها تا 4 ماه تکمیل خواهد شد. بنسټیز پروژه د سر نه جوړو وخت کم ده، نو موږ به دغه د فعال حال چې دا اوس د دریو ولسوالۍ کې شروع شوه ده، دا موږ په دوه میاشتو کې دا پروګرام سرته رسیږي او وروسته بل پروګرام شروع شي هغه بیا وروسته وخت. از سوی هم باشندگان این ولایت از آغاز این پروژه ها خوشنود هستند. موږ نه دینه ډېر مثال خوښ یو چې موږ هم مثال کنه د نورو کورونا پر باش ولو او دولت هم مثال کنه موږ هم دولت نه خوښ یو، دولت موږ نه خوښ دی، موږ ډېر مثال مننه کوي. مقام های محلی خوست می گویند که قرار است به زودی 350 پروژه زیربنایی به بهره برداری سپرده شوند. با بهره برداری از این پروژه ها مشکلات خوستیان تا اندازه حل خواهند شد. تفاهم‌نامه همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان افغانستان و چین در آینده نزدیک امضا خواهد شد. سفیر چین در کابل می گوید که با امضا شدن این تفاهم‌نامه چین افغانستان را در ساخت جاده تاریخی ابریشم کمک خواهد کرد. از سوی هم معین وزارت امور خارجه عملی شدن پروژه های بزرگ منطقه‌ای به ویژه راه بازسازی تاریخی ابریشم را برای رونق بازرگانی و ترانزیت در آسیا مهم می‌داند. سفیر چین در کابل با تاکید بر عملی شدن پروژه های بزرگ زیربنایی میان افغانستان و چین بر ساخت راه آهن چین افغانستان در آینده های نزدیک خبر می دهد. وی می گوید که در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده که از سوی این کشور عملی خواهد شد، بر ساخت راه های آهن، جاده ها و رونق بازرگانی میان افغانستان و چین تاکید شده است. سفیر چین در کابل می گوید که در نشست آینده رهبران افغانستان و چین، صفحه تازه از همکاری ها میان دو کشور باز خواهد شد. در جریان ملاقات رهبران دو کشور روی همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی بحث خواهد شد و نیز قرار است در این نشست‌ها یادداشت تفاهم‌نامه ساخت دهلیزهای مستقیم چین به افغانستان در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده امضا شود که با این کار همکاری‌هایمان برای ساخت زیربناها در افغانستان گسترش خواهد یافت. این تفاهم‌نامه یک چارچوب حقوقی را در روابط اقتصادی، توسعه‌ای، سیاسی، امنیتی افغانستان در تحت عنوان یک جاده یک کمربند ایجاد کنه تا بتانیم برنامه‌های عملی را در آینده داشته باشیم. در امینال، معین وزارت امور خارجه اهمیت افغانستان را در گسترش روابط ترانزیتی و بازرگانی میان کشورهای منطقه چشمگیر می‌داند و می‌گوید که با ساخته شدن زیربناها در کشور بسیاری از کشورهای منطقه سود خواهند برد. اگر طرح یک کمربند یک جاده عملی شود، این کار سبب احیای جاده ابریشم خواهد شد، جاده‌ای که در آن افغانستان نقش اصلی را دارد. با ساخته شدن این راه زمینه‌های بهتر سرمایه گذاری و بازرگانی در منطقه فراهم خواهند شد. برای افغانستان مهم است نقش از این کشور برای تامین صلح، برای بازسازی افغانستان، برای همه عرصه‌های بازسازی. برای چین ها همچنین، چین یک کشور رو به کشور اقتصاد بزرگ دنیا را داره، هر قدر که ثبات و امنیت در اطرافش باشه برش مهم است برای انکشاف بیشترش. چین از اقتصادهای بزرگ جهان است و در حال حاضر این کشور تلاش دارد که برای رسیدن به بازارهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و کشورهای حوزه خلیج راههای بدیل را جستجو کند. از همین رو این کشور بر ساخت راه ابریشم که چین را از راه افغانستان تا اروپا میرساند تاکید دارد. درگیر شدن رهبران حکومت وحدت ملی در زدوبندهای سیاسی سبب شده است که اصلاحات انتخاباتی به فراموشی سپرده شود. نهادهای ناظر انتخابات و شمار از نمایندگان مردم در شورای ملی از کندی در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی انتقاد می کنند و بر نهایی شدن اصلاحات انتخاباتی پیش از رفتن حکومت بر نشست وارسا تاکید می آورند. از سوی دیگر رئیس مجلس سنا می گوید که تاخیر در اصلاحات انتخاباتی سبب خواهد شد که حکومت انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها را در زمان تعیین شده در سال روان برگزار کردن نتواند. یک سال و هفت ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی گذشت، اما رئیس جمهور و رئیس اجرایی هنوز هم در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات ناکام گفته می شوند. حکومت درگیری و یا مصروف اولویت های دیگه است، از جمله زدوبند های سیاسی که سر سایر مسائل دیگه دوام داره.
سبب شده که اینا انتخابات از اولویت پرتند و ظاهرا برش آماده نیستند. ولی به هر حال کنفرانس های بین المللی که پیش روی است، توقع میره که حکومت من حیث یک دستاورد در این ساحه یک سلسله اقدامات در رابطه روند اصلاحات بزنه. فرمان اصلاحات انتخاباتی که به شورای ملی فرستاده شده است تا چند روز دیگر در مجلس نمایندگان برای گیری گذاشته خواهد شد. امیدوار هستیم که هفته جاری ما بتونیم تعدیلات کمیسیون‌های دیگر را دریافت بکنیم و در هفته آینده جلسه مشترک داشته باشیم و خدا بخواه این شامل اجندای ولس جرگانم بوده و به تصویب برسانیم. رئیس مجلس سنا که عضو کمیته گزینش نیز است میگوید که پس از نهایی شدن فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی دو مجلس شورای ملی این کمیته به کار آغاز خواهد کرد. اگر امروز هم تایید شود تا زمانی که حکومت اعلان کردن انتخابات به مو وقت نشود، به خاطر که وقتی که اعضای کمیته تعیین میشن باز در اون مورد انتصاب میشن که کی انتصاب شوند، بعد از این مامورین خود تعیین میکنن. یک پروسس است و پروسس ملی انتخابات ولسی را و شورای ولی سوالی به نظر ما شاید اگر زودم تایید شود سبا و دیگه سبا یک هفته تایید شود و وقت زمان انتخابات نمیشه. گفته می شود که حکومت می خواهد پس از نهایی شدن فرمان اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی روند اصلاحات انتخاباتی را شدت خواهد بخشید. از مور هیله و توقع داده شد د ولسی جرګې لخوا ډیر ژر تصویب او پاس سي او لاره دې ته هواره کړي چې د تشکیلاتو په برخه کې اصلاحات رامنځته سي. آوردن اصلاحات در نظام انتخابات یکی از تعهدات جدی رهبران حکومت وحدت ملی به جامعه جهانی است. آگاهان بدین باور هستند که حکومت پیش از برگزاری نشست وارسا که قرار است تا دو ماه دیگر برگزار شود، باید مسئله اصلاحات انتخاباتی را نهایی سازد تا کمک کنندگان جهانی کمکهایشان را به افغانستان برای 5 سال دیگر ادامه بدهند. در عملیات مشترک نیروهای امنیتی ملی و واحد ویژه وزارت امور داخله در شهر کابل یک تن به اتهام تلاش برای حمله موشکی بر ساختمان شورای ملی بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه میگوید که این مرد عضو شبکه حقانی است و میخواست بر ساختمان شورای ملی حمله موشکی انجام دهد. از سوی دیگر طالبان دیشب بر یک پاسگاه پلیس در شهر کابل در پل کمپانی شهر کابل حمله کردند و در حدود نیم ساعت با پلیس این پاسگاه درگیری بودند. هرچند نیروهای امنیتی در این باره چیزی نمیگویند، اما باشندگان منطقه قلعه حیدرخان میگویند که این حمله ساعت 1 دیشب آغاز شد و در این درگیری از جنگ افزارهای سبک و سنگین نیز کار گرفته شد. گفته می شود که در این حمله یک افسر پلیس جان باخت و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. بانک نیروهای امنیتی به ما اجازه تصویربرداری از داخل پاسگاهشان را نمی‌دهند، اما نشانه های گلوله‌باری بر بخش های از این پاسگاه دیده می شوند. این پاسگاه در نزدیک پل کمپانی شهر کابل است. ساعت 1 پس از نیمه شب طالبان با موشک، نارنجک اندازها و جنگ افزارهای دیگر بر این پاسگاه از 3 بخش یورش بردند. والا اورور مونږ خپل دی تایرانی له بیګار ایسه صدا دا وګوره مرکز وګوره او داسې حمله وګوره. نو تر اوسه پورې دا معلومات هم نشته او نه چاله دا معلومات د حمله به چا کړي یا د چا له خوانه سوې ده که نه. بس حمله اوس به هغه بیچارهګان یوه بیچاره هغه د مړ سوی ده، هغه یو غریب بیچاره، یو مظلوم او یو 2-3 دانې پکې زخمیان سوي دي. نو یک 5 دقیقې شب بود، اک ما خواب بودیم، بیدار شدیم، جنگ شد، صدای راکت شد، اک از مرمی شد دیگه، کلگی فامیلا خانه کلگیش بیدار شدن، گدوردی زیاد بود دیگه، نیم ساعت دوام کرد، بعد از او جنگ خلاص شد، خبر شدیم پوسته را گرفته، قماندان پوسته را کشته. کسانی که در نزدیک این پاسگاه زندگی می کنند از این حمله هراسان شدند و می گویند که این حمله گروهی طالبان در داخل شهر کابل می تواند پیامدهای خطرناکتری داشته باشد. می کدام دولت آمده، می کدام خوب شده، قماندان پوسته را شهید کرده کرنیوال کلگی همیجا گرد و بردید دکاندار ها کلگی هر کسی با چی خود بده کمیجا آمده که برادر پولیس جمع شد، خبرش که برادر یک نفر شهید کرده، 2-3 نفر زخمی کرده دیگه، برادر یک بسیار نامردانه کار کرده، بسیار ناجوان کار کرده دیگه، در این بسیار سخت خشید. نیروهای پلیس نمیخواهند که درباره این رویداد به ما چیزی بگویند، اما مردمان قلعه حیدرخان شهر کابل از حکومت میخواهند تا برای امن سازی این بخش ها عملیات هایی راه اندازی کند. گفته میشه که نیروهای کمکی پس از نیم ساعت درگیری با کمک این نیروهای امنیتی در پاسگاه امنیتی قلعه حیدرخان که مربوط به پلیس ولسوالی پغمان میشه رسیدند. این کار نگرانی جدی مردم برانگیخته و همه میپرسند که چگونه ممکن است که یک پاسگاه امنیتی تا
که در نزدیکترین بخش کابل قرار داره این گونه مورد حمله هجومی طالبان قرار میگیره. سید طارق مجلی، تولو نیوز. شمار از اعضای مجلس سنا رئیس جمهور را از بهره سرپرست ساختن چهره های تکراری انتقاد می کنند و می گویند که افغانستان در حال حاضر در اوضاع نابسامان امنیتی قرار دارد و نباید رئیس جمهور در این باره بی پروا باشد. آنان از رئیس جمهور می خواهند تا هر چیز زودتر به فرهنگ سرپرستی پایان بدهد. نشست روز یکشنبه مجلس سنا. در این نشست شماری از اعضای مجلس سنا حکومت را از بهر ناتوانی در تأمین امنیت در کشور به بی‌پروایی متهم می‌کنند و از ادامه فرهنگ سرپرستی در نهادهای دولتی نگرانی می‌کنند. این سناتوران از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر به فرهنگ سرپرستی پایان بدهند. افغانستان مثل یک دیگ جوشی است که از لحاظ امنیت متاسفانه کلی اتباع افغانستان در داخل یک دیگ می جوشد و عذاب می کشد. من به سرپرستی در لگول اختون که یا باید گریشی او در جمهور ایت او در حکومت نه به دیر به تمنی نه که وشیده موضوع ختم کرده. برخی از سناتوران از بحری معرفی کردن چهره های تکراری در کابینه سخت انتقاد می کنند. عبدالله خان می رئیس سرپرستی وزارت دفاع و استانگزی هم در ریاست امنیت ای یک جفای بچا کلان در حق ملت است. رئیس جمهور یو داسی مسلکی سره ای ساقه واقعا یو شو سابقه ولری یو پاک نفس ای در کل افغانستان در پر کل ولسونه در افغانستان در افغان تر نامه داندی یو رقم خوکر تقایل نسی مجه نتایده. این نگرانی ها در حالی ابراز می شود که رئیس جمهور هفته پیش با صدور فرمانی عبدالله حبیبی را به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی و معصوم استانکزی را به صفت سرپرست در ریاست عمومی امنیت ملی معرفی کرد. تیم کرکت ناتو در برابر یک تیم کرکت محلی کابل در یک مسابقه دوستانه شکست خورد. در این مسابقه تیم ناتو برای تیم محلی کابل در 13 اوور 83 دوش را هدف تعیین کرد، اما تیم ملی تیم محلی کابل این هدف را با از دست دادن 3 وکت در 11 اوور برآورده ساخت. بازیکنان هر دو تیم میگویند که هدف این بازی دوستانه افزایش و بهبود روابط ناتو و شهروندان افغانستان است. دور از هر گونه دغدغه امنیتی، امروز میخواهند کرکت بازی کنند. سربازان ناتو در برابر جوانان افغان، هر دو طرف برای رویارویی آماده میشوند. مسابقه دوستانه است به خاطر بهبود روابط با ناتو و از تقریبا 2 ماه پیش انتظامات و ترتیب شده. رشد کرکت در افغانستان بسیار چشمگیر بوده است. در 5-6 سال اخیر تیم ملی کرکت خیلی قدرتمند بازی کردند. من خیلی شگفتی زده شدم وقتی دیدم افغانستان در جام جهانی وست اندیز را شکست داد. بازی با این شوخی جنرال بریتانیایی آغاز می شود. افغانستان توانست بلاکر کرمان جهان یعنی وست اندیز را شکست بدهند. بناهان امروز شکست دادن تیم ناتو برای شما مشکل نخواهد بود. جوانان افغان اول توپ اندازی می کنند و در همان آورهای نخست چندین بازیکن تیم ناتو را از میدان بدر می کنند. اما بازیکنان ناتو نیز خوب بازی می کنند و تلاش می ورزند تا هدف چالش برانگیز برای جوانان افغان تعیین کنند. برای تشویق هر دو طرف تماشاگران بسیار اینجا گرد آمدند. این برای افغان ها و با ناتو به خاطر خوب ساختن روابطشان بسیار خوب است. همیشه در مسابقات برگزار شد و بین افغان ها دوستیشان هم خوب میشه و تیم افغان ها هم سطح چیشان بالا میره. هر فرصتی که بتوانیم مردم را گرد هم آوریم مهم است. برای همکاری و دوستی مثل امروز که برای یک مسابقه کرکت یک جا شدیم. نیمه نخست بازی به پایان می رسد. تیم ناتو در 13 اوور 82 دوش کردند و به تیم یکتوت 83 دوش هدف قرار دادند. ببینیم که آیا تیم یکتوت می توانند این هدف را پوره کنند یا نه. برآورده ساختن هدف تعیین شده چندان دشوار به نظر نمی رسد. هرچند جوانان افغان در آورهای نخست 3 بازیکن را از دست می دهند، اما هدف تعیین شده را با آسانی تکمیل می کنند.
و جام را از آن خودشان می کنند. تیم ناتو بسیار کلان تیم است، ایرا شکست داریم و جنرال ازیا گفته بود که شما ما را شکست دادن نمیتونین، او ما شما استندید شکست دادن ما را شکست دادن نمیتونین دیگه، ما هم جذبه خود نشان داریم، یکی چی خود نشان داریم، میچ ازشون بردیم بخیر. تجربه خوب است که با افغانان کرکت بازی میکنیم، زیرا اکنون کرکت در افغانستان یک بازی بسیار محبوب است. هرچند بار اول ماست که در اینجا کرکت بازی کردیم، اما از آن بسیار لذت بردیم. این بازی که با هدف برداشتن فاصله میان نظامیان و غیر نظامیان برگزار شد، با این تصویر که همه در یک قاب قرار گرفتند، به پایان می رسد. تیم فوتبال لستر سیتی هفته پیش در فاصله دو هفته و پایان رقابت‌های لیگ برتر انگلستان قهرمان شده بود، در زمین خود اورتون را شکست داد و قهرمانیش را جشن گرفت. لستر سیتی در این دیدار توانست 3-1 اورتون را به شکست دهد. традиційно вспаняле приготувала мурава стадіону King Power через لستر سیتی با برتری 3-1 برابر اورتون جام قهرمانی لیگ برتر را بالای سرش برد. هفته 37 رقابت‌های لیگ برتر انگلستان با برگزاری یک دیدار ادامه یافت که در آن تیم صدرنشین لستر سیتی موفق شد در خانه با نتیجه 3-1 برابر اورتون به برتری برسد. پیش از بازی هواداران لستر در خانه سر از پای نمی شناختند، چرا که قرار بود پس از این دیدار آنها جام قهرمانی را بالای سر ببرند، جامی که قبلا تیم های بزرگ چون منچستر یونایتد، چلسی، آرسنال و منچستر سیتی آن را کسب کرده بودند و اکنون صاحب تازه پیدا کرده است. آنها توانستند با برتری در این بازی لذت قهرمانی خود را دو برابر سازند. جیمی واردی در امان نیمه نخستین گل بازی را به ثمر رسوند. لستر در دقیقه 33 و با گل دوم بازی هم رسید. روی حرکت ریاض توپ توسط لیتون بینز تکل شد و اندی کیگ از راه رسید و گل دوم تیمش را به ثمر رسانید تا نیمه نخست با برتری 2-0 لستر به پایان برسد. جیمی واردی در دقیقه 65 توانست این بار از روی نقطه پنالتی گل دوم خود و گل سوم تیمش را به ثمر برساند و فاصله خود را با اریکن آقای گل لیگ برتر کاهش داد. البته این بازیکن چند دقیقه بعد نیز صاحب یک ضربه پنالتی دیگر شد، اما این بار نتوانست از این فرصت استفاده کند و اتریک کند. اورتون در ادامه یکی از گل‌های خورده را پاسخ داد. روی پاس درن گیبسون، کوئن میرالاس یکی از گل‌های خورده اورتون را جبران کرد تا بخت تیمش قابل تحمل تر شد و این دیدار با برتری 3-1 لستر سیتی به پایان برسد. Золотая рукавица. В засаді була індивідуальна акція. Ніби подавав у пілку Гібсон, але минув Василевського, Канте, потім другий раз Василевського і ще десь там змістив пілку Морган. Дішай 37-й матч в тим сезоні. لستر سیتی در آخرین دیدار فصل خود باید در استنفرد بریج برابر چلسی به میدان برد. در ادامه لیگ برتر یک شنبه منچستر سیتی پذیرای آرسنال است که این دیدار برای تعیین تیم چهارم لیگ برتر و کسب سهمی لیگ قهرمانان اهمیت زیادی دارد. در پایان بایرن مونیخ برای چهارمین بار بر بام بلند رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان ایستاد و فاتح این رقابت‌ها شد. شاگردان پپ گوردیولا برای قطعی ساختن قهرمانیشان در برابر انگل اشتاد به میدان رفتند و سرانجام این تیم را 2-1 شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سرشان بردند.
از توجهتان سپاس گذارم. So then, it's the Austrian Alaba who takes it, and it's just flown over. بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا شد. دیدار تیم‌های بایر مونیخ و انگلشتات 2-1 به سود بایرن پایان یافت تا مونیخی‌ها برای چهارمین بار متوالی عنوان قهرمانی بوندسلیگا را از آن خود سازند. بایر مونیخ برای قطعی ساختن قهرمانی خود به مساف انگلشتات میان جدولی رفته بود که با کسب 40 امتیاز خطر سقوط را احساس نمی‌کرد. بازی با هجوم‌های بایر مونیخ آغاز شد و این تیم دقیقه 15 موفق شد مزد برتری خود را بگیرد. پاس عمقی عالی لام به ریبری رسید و او در مساف تک به تک با دروازه‌بان با خطای مدافع عریف سرنگون شد و داور اعلام پنالتی کرد. پنالتی را لواندوفسکی به گل نخست بایر مونیخ و 29 خود تبدیل کرد. Against Bayern Munich in their two competitive matches against them to date. انگلشتات پس از دریافت گل عملات گسترده روی دروازه بایرن تدارک دید و حتی هارتمن در مساف تک به تک بهترین بخت برای به تساوی کشتن بازی را به دست آورد که آن را به بیرون زد. بایرن پس از چند عمله جدی انگلشتات روی یک زد عمله توسط داگلاس کاستا می توانست به گل دوم برسد، اما دخالت به موقع مدافع عریف باعث شد توپ به بیرون برود. Costa, though, you'd have to say, guilty of dawdling. It's not a bad piece of play, this, at the moment, from Augsburg. Could be a chance for Lecky. Alaba into Lewandowski. Goal scorer can't beat Almut Cohen, but Thiago is there to... دقیقه 32 مونیخی‌ها سرانجام گل دوم را هم به ثمر رسانیدند. پاس عمقی عالی و دقیق ژابی به لواندوفسکی رسید و او هم با ضربه فنی گل دوم را برای بایر مونیخ به ثمر رسانید و خود را نیز 30 گل ساخت. این همچنین 40مین گل لواندوفسکی در همه رقابت‌های این فصل نیز به شمار می‌رود. ده دقیقه پس از گل بایرن، انگلشتات صاحب پنالتی شد و موریتس هارتمن آن را برخلاف جهت نویر به گل تبدیل کرد تا نیمه نخست با حساب 2-1 به سود بایر مونیخ به پایان برسد. And Ingolstadt score their first ever competitive goal against Bayern Munich. Hardly any run-up. Real confidence grows. نیمه دوم را انگلشتات بهتر آغاز کرد، اما رفته رفته بایرنی ها بر بازی مسلط شدند. حرکات ویرانگر داگلاس کاستا بارها مدافعان میزبان را با درد سر مواجه ساخت، اما ضربات نهایی بایرنی ها به طور نمی نشست. با وجود میدانداری بایر مونیخ، انگلشتات دقیقه 72 بهترین بخت گلزنی خود را از دست داد تا برتری بایرن حفظ شود. هارتمن در مساف تک به تک با نویر او را مغلوب ساخت، اما توپ برخلاف انتظار به جای ورود به دروازه با اختلاف اندکی به بیرون رفت. در نهایت تلاش دو تیم بردن گل‌های دیگر نتیجه نداشت و بایر مونیخ با امین برتری 2-1 توانست برای چهارمین بار عنوان قهرمانی رقابت‌های بوندسلیگای آلمان را به دست آورد.